دایی عزیز رو گوش میکنیم، میبینیم آقای دایی هم متخصص ساده کردن مسائل دشوار و پیچیده. نگاه کنیم به این گزارش. از چند ماه پیش سپاه قدس و نیروهای وابسته به آن در سوریه و عراق عملیات نظامی گسترده‌ای برای اشغال و کنترل مناطق و گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور را شروع کردند و در این مسیر با نیروهای نظامی آمریکا نیز درگیر شدند. در ماه می و ژوئن نیروهای نظامی آمریکا دو بار به نیروهای وابسته به سپاه قدس که به پایگاه نظامی آمریکا و مخالفین اسد در نقطه مرزی تنف نزدیک می‌شدند حمله کردند و در یک حادثه دیگر یک پهپاد سپاه قدس نیز توسط آمریکا سرنگون شد. هدف رژیم ایران کنترل مرزهای سوریه و عراق و ایجاد یک کریدور زمینی از تهران تا مدیترانه است. در نهم ژوئن نیروهای سپاه قدس از سوریه به مرز عراق رسیدند و از جنوب نیروهای هشت و شعبی یعنی میلیشه‌های وابسته به سپاه قدس در عراق در دو منطقه، یکی در استان نینوا و دیگری در استان انبار عراق، به مرز سوریه رسیدند. رژیم این اقدام را یک پیروزی استراتژیک برای کنترل نظامی این مناطق می‌داند و قاسم سلیمانی در مرز سوریه و عراق نماز شکر به جای آورد. همزمان با شکرگزاری سلیمانی و جشن پیروزی رژیم، سنای آمریکا با اکثریت قاطع با رأی 98-2 طرح تحریم‌های جدیدی به منظور مقابله با سیاست‌های منطقه‌ای رژیم ایران تصویب کرد که شامل مجازات‌های بسیار مهم من جمله قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی است. بسیاری از کارشناسان وقایع اخیر در مرزهای سوریه و عراق را یک تحول بنیادین برای تعیین آینده منطقه می‌دانند و برخی نیز تلاش‌های رژیم ایران برای تسلط بر خاورمیانه را رؤیای دست نیافتنی دانسته و بر این باورند که رژیم ایران هرچه بیشتر در باطلاق سوریه و باطلاق جنگ و خصومت در منطقه فرو می رود. برای درک تحولات اخیر به آرایش قوا و ترکیب نیروهای نظامی در سوریه نگاه کنیم. این نقشه سوریه و مناطق پرجمعیت در این کشور است که بخش مهمی از مرکز و جنوب آن صحراست و جمعیت بسیار کمی دارد. این نقشه آرایش قوا و مناطق تحت کنترل نیروهای مختلف در سوریه در آوریل 2017 یعنی قبل از عملیات نظامی اخیر را نشان می‌دهد. مناطق قرمز تحت کنترل رژیم اسد و نیروهای وابسته به سپاه قدس هستند. مجموعه نیروهای اسد و سپاه قدس را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. نخست ارتش سوریه که به گفته کارشناسان نزدیک به 20,000 نیرو دارد. دوم نیروهای دفاع وطنی یا بسیج سوریه اند که نزدیک به 50,000 عضو دارد که این نیروها تحت آموزش و سازماندهی سپاه قدس قرار دارند. نیروهای دفاع وطنی شامل صدها گروه نظامی کوچک و پراکنده در مناطق مختلف سوریه است. سوم نیروهای وابسته به رژیم که حدود 60,000 نفرند و تحت فرماندهی قاسم سلیمانی قرار دارند که شامل نیروهای سپاه قدس، حزب الله لبنان و میلیشیاهای عراقی، افغانی و پاکستانی است. مناطق تحت کنترل داعش با رنگ سیاه و خاکستری نشان داده می شوند که در بخش شرقی و جنوبی که بیشتر صحراست و عمدتاً در دو شهر رقه و منطقه دیرالزور در کنار رودخانه فرات حضور دارند. مخالفین اسد در نقشه با رنگ سبز مشخص شدند که در شمال، شمال غربی و جنوب غربی در حومه دمشق و نزدیک مرز اردن حضور دارند. این مخالفین شامل گروه‌ها و گرایشات متفاوتی از ارتش آزاد سوریه تا گروه‌های جهادی سنی است و ده‌ها هزار نفرند. ارتش آزاد مجموعه ده‌ها گروه و میلیشه‌های مختلف است که در مناطق مختلف فعالیت می‌کنند. ارتش آزاد حضور پررنگی در جنوب غربی دارد. در این منطقه شهر درعا یکی از شهرهای تحت کنترل مخالفین است که تحت بمباران و کشتار چند سال است به مقاومت ادامه می‌دهد. یکی از مهمترین گروه‌های جهادی سنی هیئت تحریر و شام
یا همان جبهه نصر سابق است که به عنوان شاخه القاعده در سوریه شناخته می شود و بیشتر در شمال غربی در منطقه ادلب حضور دارد. گروه های اسلامی دیگری هم فعالیت می کنند که خودشان را معتدل تر معرفی می کنند. یکی از آنها جیش الاسلام با بیش از 10,000 نیروست که در شمال و برخی مناطق جنوب حضور دارد. برخی از مخالفین در مرز ترکیه تحت حمایت نظامی ترکیه هستند. باید توجه داشت که اگر نیروی هوایی اسد و روسیه را از معادله نظامی در سوریه حذف کنیم، مجموع نیروهای مخالف رژیم برتری بسیار محسوسی نسبت به رژیم اسد و نیروهای وابسته به سپاه قدس دارند. مهمترین متحد آمریکا در سوریه برای مبارزه با داعش نیروهای دموکراتیک سوریه هستند که ائتلافی از نیروهای کرد، عرب، آشوری، ارمنی و ترکمن است که در 2015 تشکیل شد. تعداد نیروهای دموکراتیک سوریه بیش از 50,000 نفر تخمین زده می شوند که نیمی از آنان کردهای سوریه من جمله یگانهای مدافع خلق می باشند که گرایشات چپ دارند و ترکیه با آنان به شدت مخالفت می کند. نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت نظامی و مستشاری آمریکا عملیات آزادسازی رقه یعنی پایتخت داعش را به پیش می برند که وارد مراحل نهایی شده است. حال به وضعیت عراق نگاه کنیم. عملیات آزادسازی شهر موسل و بیرون راندن کامل داعش از عراق از اکتبر 2016 توسط ارتش عراق و با پوشش هوایی و حمایت مستشاری و لوجیستیکی چند هزار نیروی نظامی آمریکا شروع شده و به مراحل پایانی خود نزدیک می شود. از همان آغاز هم آمریکا و هم دولت حیدرالعبادی در عراق با شرکت مستقیم نیروهای هشت شعبی یعنی میلیشیاهای شیعه وابسته به سپاه قدس در عملیات آزادسازی موسل که شهر سنی است مخالفت کردند. شرکت هشت شعبی در قتل و سرکوب سنی ها یکی از دلایل این تصمیم گیری بود. اما تحت فشار رژیم ایران هشت شعبی در غرب و شمال غربی موسل مستقر شد تا ظاهرا راه فرار نیروهای داعش به سوریه را ببندد. اصرار هشت برای نوع مشارکت در عملیات موسل یکی به این دلیل بود که سهمی از پیروزی بر داعش را کسب کرده و برای خود مشروعیت پیدا کند و به عنوان یک گروه نظامی مثل حزب الله در لبنان به فعالیت‌های آینده خود ادامه دهد. اما حضور هشت در غرب و شمال غربی موسل هدف‌های مهمتر و استراتژیک دیگری هم داشت که با نگاهی به تحولات اخیر نظامی درک بهتری از آن خواهیم داشت. از چند ماه پیش تحولات نظامی در عراق و سوریه شتاب جدیدی گرفتند. در سوریه نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت نظامی و حضور مستقیم نیروهای آمریکا عملیات بازپسگیری شهر رقه از داعش را به پیش می‌برند و چشمانداز شکست کامل داعش در سوریه و عراق جدی‌تر شده است. یکی از نگرانی‌های اصلی سپاه قدس این است که گروه‌های مخالف اسد در جنوب که تحت حمایت آمریکا قرار دارند به سمت شهر حرکت کنند و به نیروهای کرد که داعش را بیرون راندند ملحق شوند و تمام مرز عراق و سوریه را در کنترل بگیرند. در این صورت راه ارتباطی زمینی رژیم از عراق به سوریه قطع می‌شود. سایت مشرق نسیج به سپاه پاسداران در یک یادداشت این نگرانی رژیم را توضیح می‌دهد و می‌نویسد: هدف دیگر حضور نظامی آمریکا در شرق سوریه و غرب عراق به ویژه برای دوره پسا داعش را می‌توان در تلاش برای ایجاد کمربندی امنیتی بین سوریه و عراق ملاحظه کرد و مهمترین کارکرد این کمربند قطع ارتباط بادیه شام سوریه با بیابان علمبار عراق است. موفقیت در قطع ارتباط جغرافیایی این دو منطقه به معنای جلوگیری از ارتباط جغرافیایی محور مقاومت و شکلگیری هلال شیعی از تهران تا جنوب لبنان با گذر از بغداد و دمشق است. برای رژیم
اتصال زمینی از تهران به جنوب لبنان برای حمایت نظامی و لوجستیکی از حزب الله اهمیت بسیار زیادی دارد. هاشمی رفسنجانی در سال 2013 در دیداری که با ابراهیم بحرالعلوم فرستاده ویژه دولت عراق داشت، ضمن ابراز نگرانی از احتمال سقوط بشار اسد گفت: ما باید سوریه را داشته باشیم. از لبنان تا اینجا اگر این رشته پاره شود اتفاقات بدی می افتد. این یک مسئله است که من در موردش نگرانی دارم و بسیار فکر می کنم. در حقیقت دلیل اصلی دخالت نظامی رژیم ایران در سوریه حفظ رژیم اسد و یک پارچه نگاه داشتن جبهه مقاومت ادعایی رژیم در منطقه بوده است. ما از چه طریقی در شرق مدیترانه حضور پیدا می کردیم و از فلسطینی ها و لبنانی ها حمایت می کردیم و یک جبهه به هم پیوسته ای را از ایران تا سوریه تا لبنان تا فلسطین شکل می دادیم. هاب این اتصال یعنی نقطه کانونی این پیوند سوریه بود. اگر سوریه از این زنجیره جدا می شد، اتصال ما با محیط فلسطین و لبنان و سوریه گسسته می شد. یعنی اجزا و ارکان این جبهه مقاومت جدای از هم و منفصل از هم می شدند. اگر دشمنان اسلام قادر باشند مجزا با هر واحد سیاسی و با هر ملتی برخورد کنند، به تنهایی هر ملت رو از پای در میارند. اگر امروز حزب الله دستاورد بزرگ جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی که حزب الله است تو منطقه، اگر سوریه نبود حزب الله وجود نداشت. همه پشتیبانی ها و پایگاه اصلی ما تو منطقه سوریه بوده. ما که با دولت لبنان نه اروز نه امروز رابطه ای نداشتیم، که دولت که با ما اصلا همراه نبوده. ما از طریق سوریه رفتیم کمک کردیم، حزب الله را تشکیل دادیم و راه اندازی کردیم. امروز سوریه از حزب لبنان و از عراق و از یمن و از بحرین از همه جا برای ما مهمتر، چون سوریه نقطه اتصال سوال است. سوریه هم مرز با سرزمین اشغالی است، برای ما مهم اینا اهدافی داریم که سوریه از دوام فرماد هر کاری میتوانید برای سوریه انجام دهید. سپاه قدس از چند ماه پیش طرح نظامی بسیار گسترده ای را در عراق و سوریه برای کنترل مناطق مرزی و گذرگاه‌های اصلی این دو کشور شروع کرده است تا بتواند مسیر یا کریدور زمینی از تهران به مدیترانه را تحت کنترل داشته باشد. بین سوریه و عراق سه گذرگاه مرزی اصلی وجود دارد: گذرگاه تنف نزدیک مرز اردن، گذرگاه ابو کمال که در منطقه بادیه یا صحرای سوریه است، و گذرگاه یعروبیه در شمال در منطقه کردنشین. گذرگاه ابو کمال فعلا در کنترل داعش قرار دارد. از نظر استراتژیک گذرگاه تنف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، چون در منطقه مرزی بین سه کشور سوریه، اردن و عراق قرار دارد و شاهراه مهم بغداد به دمشق نیز از تنف می‌گذرد. گذرگاه تنف تحت کنترل مشترک نیروهای آمریکایی و گروه‌های مخالف بشار اسد قرار دارد. سایت مشرق نزدیک به سپاه پاسداران در مورد اهمیت گذرگاه تنف می‌نویسد: آمریکایی‌ها در شرق سوریه تنها در پی حفظ از تنف نیستند، بلکه قصد دارند دیگر گذرگاه‌های مرزی سوریه یعنی ابو کمال را نیز به تصرف خود درآورند. به تبع تحقق این امر محور مقاومت را از منظر جغرافیایی به دو نیم تقسیم خواهد کرد. در صورت آزادسازی از تنف و پاکسازی مناطق تحت تصرف داعش در استان علمبار عراق، تهران از راه زمینی به بغداد و دمشق مرتبط و دسترسی آن به سواحل مدیترانه و مرزهای شمالی سرزمین‌های اشغالی فراهم می‌گردد. گذرگاه تنف قبلاً در کنترل داعش قرار داشت و در مارس 2016 یک گروه از مخالفین اسد با نام جیش مقاوی را سوره یا ارتش کماندوی انقلابی گذرگاه تنف را در کنترل خود گرفت. مقاوی را سوره تحت حمایت آمریکا قرار دارد و
متشکل از اعضای سابق ارتش آزاد سوریه است. جنگ جویان مغاویر در اردن توسط آمریکا آموزش نظامی می‌بینند. در گذرگاه تلف آمریکا یک پایگاه کوچک نظامی دارد که 150 آمریکایی در آن حضور دارند. سربازان بریتانیایی و نروژی نیز در این پایگاه حضور دارند. آمریکا یک پایگاه کوچک دیگری هم در 70 کیلومتری تنف به نام زوکف ایجاد کرده است. آمریکا از سال گذشته اعلام کرده که تا شعاع 55 کیلومتری تنف منطقه حفاظت شده است و هیچ نیروی نظامی وابسته به اسد و ایران نباید وارد این منطقه شوند. نیروهای وابسته به سپاه قدس در 18 ماه می وارد این منطقه شدند و بی توجه به اخطارهای آمریکا به سمت گذرگاه تنف حرکت کردند. در نتیجه ارتش آمریکا به نیروهای وابسته به سپاه قدس حمله کرد و آنان مجبور به عقب نشینی شدند. مجدداً در 6 ژوئن نیروهای وابسته به سپاه قدس وارد این منطقه شدند و یک بار دیگر مورد حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفتند. در 8 ژوئن نیز یک پهپاد سپاه قدس که به نیروهای تحت حمایت آمریکا در منطقه تنف حمله کرده بود توسط آمریکا ساقط شد. در پاسخ به اقدامات سپاه قدس، آمریکا سیستم پرتاب موشک دوربرد جدیدی در تنف نصب کرده و اعلام کرده است که با قاطعیت تمام با تهاجمات نیروهای وابسته به اسد و سپاه قدس برخورد می‌کند. به دنبال آن سپاه قدس طرح حمله مستقیم به تنف را کنار گذاشت و در 9 ژوئن از مسیری خارج از دایره 55 کیلومتری تنف نیروهایش را در منطقه بیابانی به مرز عراق رساند. رژیم این اقدام را یک پیروزی استراتژیک خواند و برای آن تبلیغات وسیعی به راه انداخت. طبق گزارشات متعدد که برخی رسانه‌های وابسته به سپاه نیز منتشر کردند، نیروهای ایرانی سپاه قدس به طور مستقیم در این عملیات شرکت داشتند. در اینجا عکس قاسم سلیمانی با نیروهای لشکر فاطمیون افغانی را در این نقطه مرزی مشاهده می‌کنیم. گذشته از اهداف تبلیغی، سپاه قدس با این اقدام نظامی تلاش می‌کند تا راه حرکت نیروهای مخالف اسد به شرق و به سمت گذرگاه مرزی ابو کمال را مسدود کند. در عراق، در حالی که نیروهای ارتش عراق و نیروهای آمریکایی درگیر عملیات موصل و بازپسگیری این شهر از داعش هستند، سپاه قدس و میلیشیای شیعه هشت شعبی عملیات نظامی بزرگی با نام محمد رسول الله برای کنترل مناطق مرزی عراق با سوریه به راه انداختند. نیروهای هشت در مرحله اول در غرب موصل در استان نینوا به مرز سوریه رسیدند و 2 گذرگاه مرزی ام جریز و تل صفوک را به کنترل خود درآوردند. این عکس قاسم سلیمانی در کنار جنگجویان هشت شعبی در مرز عراق و سوریه در عملیات محمد رسول الله است. در این عملیات نیروهای ارشد سپاه قدس حضور دارند و تعدادی از آنان من جمله شعبان نصیری در این عملیات کشته شدند. در مرحله دوم هشت شعبی در قسمت جنوب تنف در داخل عراق در استان الانبار نیروهایش را به مرز سوریه رساند و به نیروهای تحت امر سپاه قدس در آن طرف مرز ملحق شدند. وراجی آورد
على وسائل إعلام روسية يظهر الجيش العربي السوري بأبهى صوره في طريقه إلى البادية السورية. عمليات مرحلة أول. شو فرقهم فاطميون؟ مرتزقة أفغان وإيرانيون، ميليشيات شيعية من كافة الجنسيات يطلق عليها الجيش العربي السوري. بعد أن كنا في الجانب السوري الآن نحن في الجانب العراقي. وفيما تعلن الميليشيات الشيعية عن التقائها بميليشيا الحشد الشيعي العراقي شمال شرق معبر التنف الحدودي مع العراق. سپاه قدس برای بازنگاه داشتن کریدور زمینی از تهران به مدیترانه بایستی هم گذرگاه های اصلی بین عراق و سوریه را کنترل کند و همان که منطقه بادیه که مرکز مهم آن دیر و زور است و داعش در آن حضور دارد را در کنترل داشته باشد. اما نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت آمریکا در عملیات بزرگ خود علیه داعش پس از آزادسازی رقه به سوی دیر و زور حرکت می کنند. از این رو سپاه قدس و نیروهای اسد یک تهاجم نظامی برای بستن راه نیروهای دموکراتیک سوریه به دیر الزور را شروع کردند و در چند نقطه نیز با نیروهای دموکراتیک سوریه درگیر شدند. روز 18 ژوئن یک هواپیمای جنگی اسد که مشغول بمباران نیروهای دموکراتیک در این نقطه بود توسط نیروی هوایی آمریکا ساقط شد. رژیم ایران پس از 6 سال دخالت نظامی گسترده و با مشارکت مستقیم در قتل و کشتار مردم سوریه تلاش می‌کند تا رژیم اسد را در قدرت نگاه دارد و از فروپاشی سیاست‌های منطقه‌ای خودش جلوگیری کند. اما علی‌رغم هزینه‌های مالی، انسانی و سیاسی هنگفتی که تاکنون پرداخته است، چشم‌اندازی برای دستیابی به اهداف خود ندارد و با افزایش دخالت نظامی در عراق و سوریه هرچه بیشتر در باتلاق جنگ و تخاصم فرو می رود. کریدور زمینی رژیم از تهران تا مدیترانه از مناطق کردنشین و سنی نشین عراق و سوریه می گذرد و رژیم برای امن نگاه داشتن این مسیر باید به سرکوب و مقابله با سنی ها ادامه دهد و این امر با هزینه کمرشکن نظامی، مالی و سیاسی غیر قابل تحقق می باشد. علی‌رغم رؤیاهای خلافت گونه رژیم ایران نمیتوان دو کشور سوریه و عراق را به کمک گروه‌های مسلح و با کشتار و سرکوب در کنترل خود داشت.